برنامه دو حزبی 23 سناتور و 15 نماینده کنگره به رئیس جمهور آمریکا. به خاطر مذاکرات اتمی با رژیم ایران، نقض آشکار حقوق بشر نمیتواند نادیده گرفته شود. دخامت بیشتر نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پس از روی کار آمدن روحانی. سناتورهای آمریکایی مارک کرک جمهوری خواه از ایالت ایلینویز و ران وایدن دموکرات از ایالت اورگان در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نگرانی عمیق خود را از نقض مستمر حقوق بشر در ایران ابراز کردند. این دو سناتور به همراه 21 سناتور دیگر آمریکا و 15 تن از نمایندگان کنگره از اوباما خواستند همزمان با مذاکرات اتمی با رژیم ایران موضوع نقض حقوق بشر در ایران نیز مطرح شود. سناتور کرک گفت تقریبا یک سال پس از اینکه حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران شده، نقض آشکار حقوق بشر ادامه یافته و هیچ نشانه ای از آرامش برای مردم ایران وجود نداشته است. مردم ایران فقط به دلیل ابراز عقایدشان بیش از پیش مورد حمله و اذیت و آزار قرار می گیرند و زندانی می شوند، در حالی که دولت آمریکا درگیر ادامه مذاکرات اتمی با رژیم ایران است. نقض آشکار حقوق بشر نمی تواند نادیده گرفته شود. سناتور وایدن استمرار سوء رفتار رژیم تهران با شهروندان ایرانی و هدف قرار دادن قومیت‌ها را یادآوری دیگری از وحشیگری رژیم ایران توصیف نمود و تأکید کرد که همزمان با مذاکرات جاری اتمی، ایالات متحده باید به موضوع احترام به کرامت پایه‌ای انسانی در سراسر جهان بپردازد. در نامه امضا شده از سوی 23 سناتور و 15 نماینده کنگره به رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 22 می 2014 اول خرداد آمده است: بسیاری در اطراف دنیا محتاطانه خوشبین بودند که انتخاب حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشد. متاسفانه به نظر می رسد این وضعیت از زمانی که حسن روحانی از 4 اوت 2013 به مسند قدرت نشسته است بدتر شده است. به عنوان نمونه، به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، حداقل 35 روزنامه‌نگار در پایان سال 2013 در حبس بودند. هفته بین‌الملل گزارش می‌کند که تعدادی از دانشجویان و فعالان حقوق بشر و وکلا در ایران به خاطر اقدامات مسالمت‌آمیز جهت دستیابی به حقوق خود زندانی هستند. و گزارش‌های دیگر حاکی است که اقلیت‌های قومی من جمله عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها همچنان با محدودیت‌های فزاینده و تبعیض روبرو هستند. کشور ایران شاهد بالا رفتن منحنی اعدام‌ها در آخرین ماه‌های سال 2013 بوده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش می‌کند که بیش از نیمی از 624 که رژیم ایران در سال 2013 اعدام کرد بعد از رسیدن روحانی به مسند قدرت بوده. و گزارش‌های دیگر حاکی از این است که 188 نفر از آغاز سال 2014 حلق‌آویز شدند. در ادامه نامه سناتورها و نمایندگان کنگره به باراک اوباما آمده است: تهاجم به آزادی مذهب وحشت‌انگیز بوده است. بر طبق گزارش‌های کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهب در وزارت امور خارجه آمریکا، دراویش مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. آنان مورد هجوم قرار گرفته و مکان‌های مذهبی آنان تخریب شده است و تعدادی از دراویش زندانی شدند. آنان از برگزاری مراسم مذهبی و یا ساختن اماکن مذهبی منع شدند. مسیحیان به ویژه مسیحیان پروتستان و آنان که به تازگی به مسیحیت گرویدند با اذیت و آزار و هجوم و بازداشت‌های خودسرانه و حبس روبرو هستند. من جمله کشیش سعید آبدینی که به دلیل گرویدن به مسیحیت همچنان زندانی است. جامعه بهائیان ایران همواره با سرکوب شدید، من جمله ندادن شغل به آنان و نفی تحصیلات عالی، به رسمیت نشناختن ازدواج آنان
و هتک حرمت و ویرانی قبرستان‌ها و مکان‌های مذهبی روبرو هستند. به نظر می‌رسد منشور حقوق بشر ارائه شده از سوی روحانی به جای توسعه یا تقویت حقوق بشر برای تثبیت تبعیض‌های موجود طراحی شده باشد. حقوق برشمرده شده در این منشور به صراحت تحت قانون اساسی یا قانون رژیم ایران قرار می‌گیرد و مردم ایران همچنان با نقض‌های سخت و نهادینه مواجهند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد دولت جدید به رغم قول‌های روحانی طی کارزار انتخاباتی هیچ گونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه حفاظت از آزادی بیان و عقیده صورت نداده. هیچ پیشرفتی در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی وجود نداشته و آنها همچنان برای برخوردار بودن از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشان از محدودیت‌های شدیدی رنج می‌برند. امضا کنندگان مارک کرک سناتور ایالات متحده، ران بایدن سناتور ایالات متحده، جنیس چاکوفسکی عضو کنگره، لین جینکنز عضو کنگره، روی بلانت سناتور ایالات متحده، ریچارد بلومنتال سناتور ایالات متحده، جری موران سناتور ایالات متحده، برایان شاتس سناتور ایالات متحده، تد کروز سناتور ایالات متحده، کریستوفر ای کونز سناتور ایالات متحده، فیشر سناتور ایالات متحده، رابرت پی کیسی جونیور سناتور ایالات متحده، مایک جوهانس سناتور ایالات متحده، جف مرکلی سناتور ایالات متحده، سوزان کالینز سناتور ایالات متحده، مارک اودال سناتور ایالات متحده، جان مککین سناتور ایالات متحده، بنجامین ال کاردین سناتور ایالات متحده، مارک روبیو سناتور ایالات متحده، جن شاهین سناتور ایالات متحده، جان بوزمن سناتور ایالات متحده، کریستیان ای گلیبراند سناتور ایالات متحده، مایک لی سناتور ایالات متحده، مارتین هاینریش سناتور ایالات متحده، راب پورتمن سناتور ایالات متحده، جیمز پی مکاورن نماینده کنگره، رندی هولتگرن نماینده کنگره، ریچارد ای نیل نماینده کنگره، ترنت فرانکس نماینده کنگره، کورین براون نماینده کنگره، گاس ام بلیراکیس نماینده کنگره، لوید داگت نماینده کنگره، گری سی پیترز نماینده کنگره، اریک اسوالول نماینده کنگره، براد شیرمن نماینده کنگره، استیو اسرائیل نماینده کنگره، آل گرین نماینده کنگره، کاترین کلارک نماینده کنگره.